کامپیوتر الان تصویرتون رو داریم. خوب هستید؟ خیلی متشکر، سپاسگزارم. من زهرا، حال چطوره؟ مرسی مرسی، ممنونم عرفان گرامی، خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که امروز میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. البته شما با اندازه کافی شناخته شده هستی، ولی خوبه که خودت برای دوستای منم یک کوچولو خودت رو معرفی کنی. عرض ادب دارم، سپاسگزار از دوستان. و من اسمم عرفان قانعی فرده، بعد کارم یا تحصیلاتم در زمینه خاورمیانه است. امشب هم در خدمت شما هستم. بسیار عالی، جالبه. منم توی هلند مطالعات خاورمیانه نوین خوندم، نمیدونستم شما خاورمیانه خوندی. نه، من توی روابط بین الملل چیزم به اصطلاح سکیوریتی استادیز بود، یعنی مطالعات امنیت، و توی مطالعات امنیت من حوزه تحقیقم خاورمیانه بود و بیشتر تمرکزم به گروه های تروریستی اسلامی بود در کشورهای اسلامی خلیج حوزه به اصطلاح خاورمیانه. بسیار عالی، بسیار عالی. عرفان عزیز خوش اومدی. ما از در واقع از روز جمعه تصمیم داشتیم که لایو بذاریم با عرفان عزیز، مخصوصا در مورد مسئله فتوای قتل سلمان رشدی و افرادی که در اون زمان در این فتوا به نوعی دخیل بودن، شریک بودن، باعثش بودن یا مشاور خمینی بودن، با توجه به این اتفاق اخیری که درباره سلمان رشدی افتاد. ولی خب واقعا فرصت نشد، هم من خیلی گرفتار بودم هم ایشون گرفتار بودن. بالاخره امشب تصمیم گرفتیم که یک لایو کوچولو بریم و امیدوارم که تو این فرصت کوتاه بتونیم صحبت‌ها رو جمع و جور کنیم. ارفان جان، من برمیگردم به اون موضوع اوله، یعنی در واقع اون اولین چیزی که میخواستیم راجع بهش صحبت کنیم، مهاجرانی و مسئله ترور. دوست دارم که شما خودت شروع بکنی و صحبت کنی و بعد من هم در خدمتت هستم. عرض کنم دوستان عزیزی که توی این پلتفرم هستن امشب در کنار ما، یک نکته رو میدونن و اونم اینه که در واقع از زمستان بی‌بهار 57 که اصطلاح خودم و من همیشه به کار میبرم درباره بلوای 57 که ملا به قدرت رسید، هیچ ابزاری برای عرضه کردن اندیشه و ایدئولوژی خودش به جامعه بشریت و تمدن بشری نداشت الا تروریسم اسلامی. یعنی تنها چیزی که اختاپوس مذهبی شیعه در ایران ارائه داشت در واقع تروریسم بود. یعنی با چماق و گرز تروریسم سعی کرد مردم رو قانع بکنه و مطیع بکنه و هوادار بکنه، جز این چیز دیگه برای عرضه نداشت. و اون شخصیت هایی هم که دم از آیین رحمانیت و رأفت اسلام میزنن در پشت پرده همراه و همگام با تروریسم اسلامی بودن. این یک واقعیت از غیر قابل کتمان. و ولی خب به هر حال به قول جناب شیخ یکتنی، دهانهای وقاحت به خروشند، همه سعی میکنن انکار بکنن، نمیدونم تبلیغ بکنن و راجع به چیزای حرف بزنن که اساس و پایه واقعی نداره. یکی از اون افراد در واقع عطاءالله مهاجرانی است. عطاءالله مهاجرانی، خب شما اگه به سلسله وزرای ارشاد نگاه بفرمایید در پس از بلوای 1357 که چه افرادی به عنوان وزیر ارشاد در واقع حکمرانی کردند از روزی که خمینی به قدرت رسیده، به خیلی نکات پی میبرید. مثلا یکی از اون افراد ناصر میناچی هست، کسی که همراه و همگام علی شریعتی بوده و مدافع تروریسم اسلامی. خب این ناصر میناچی دیگه تنها هنری که در عمرش مثلا داشته همگامی با شریعتی بوده و یا حسینی ارشاد مثلا. و دست پروردگان حسینی ارشاد چه کسانی هستند؟ دست پروردگان افرادی که در حسینی ارشاد بودن دانشگاه هاروارد یا پرینستون یا آکسفورد که نبوده، یه جایی بوده که همه یاد گرفتن برن مثلا اردوگاه‌های فلسطینی و اردوگاه‌های تروریستی آموزش بمب‌گذاری بدن. یعنی تمام پیام به اصطلاح حسینی ارشاد هست در اون. نکته دیگه‌ای که بسیار جالبه، بعد از مثلا این فرد، یعنی بعد از ناصر میناچی، عباس دوزدوزانی اومده. یا این عباس دوزدوزانی یکی از پایه‌گذاران سازمان تروریستی سپاه پاسداران بوده. و نکته فرد سومی که اومده به عنوان وزیر ارشاد معرفی شده اسمش عبدالمجید معادی خواه هست. ایشون قاضی شرع
در دادگاه اوباش انقلاب اسلامی. اینا وزرای فرهنگ و ارشاد به اصطلاح جمهوری اسلامی بودن بعد از 57. یا مثلا نفر چهارم شما در نظر بگیرید همین سید محمد خاتمی بوده، مسئول تبلیغات جنگ نامقدس ایران و عراق. و چه جوانان رشید این مرز و بوم که طعمه کرکس های جنوب کشور شدن یا در کوههای غرب ایران ناپدید شدن واقعا. و یا مثلا علی لاریجانی مثلا یکی از وزرای ارشاد، یا مثلا مصطفی میرسلیم عضو حزب تروریست مؤتلفه اسلامی، یا مثلا صفار هرندی، یا چه میدونم علی جنتی که علی جنتی وزیر ارشاد اسلامی حسن روحانی خودش در خاطرات خودش میگه که رفته فلسطین و کشورهای حوزه خلیج فارس دوره تروریستی دیده، دیگه من شما که نمیدونم. یا مثلا مترسک های دلغک صفت و فاقد هویت مثل مثلا مهدی اسماعیلی، عباس صالحی، نمیدونم رضا صالحی امیری، حتی محمد حسینی، مسجد جامعی، اینا کل ساختار وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی هست. در بین این افراد یک کسی هست که دیگه در اوج شرارت و حقارت از مرز رد شده و اون اسمش عطاالله مهاجرانی هست. که این عطاالله مهاجرانی، من دوستانی که در اینجا هستن حالا به صورت کوتاه امشب با همین، حالا ان شاءالله سر یه فرصت دیگه یا باقی صحبت باقی نکات دیگه ای داره که اگر شما دوست داشته باشین من به اون نکات اشاره کنم. حتما قطعا همین هستش. ارفان جان دوست داره یه نقشه، در واقع یه چیزی که اتفاق افتاد تو این چند وقته، یه سری از بچه های فعال در واقع معترضین به جمهوری اسلامی، چون وقتی ما میگیم فعال سیاسی یک پلتفرمی میاد تو ذهنمون که در واقع یه سری سیاستمدار هستن که دارن یه کار سیاسی حزبی میکنن، ولی خب بیشتر کسانی که اینجا در واقع به عنوان فعال سیاسی مطرح میشن یا تحلیلگرن و یا اینکه معترضن و مخالف جمهوری اسلامن. حالا اینجوری من بگم یه سری مخالفای جمهوری اسلامی اینا حتی رفتن در به منزل عطالله مهاجرانی در انگلستان و بلوا کردن و به قول معروف اعتراضشون رو اینجوری نشون دادن که این آدم تروریسته و دست داشته. میتونی یک صحبت، یک اشاره کوچیکی به نقش مهاجرانی تو این قضیه بکنی؟ البته میدونم که دوستان اکثرا دیدن روزنامه ها و گزیده هایی که تو اون چند وقت پخش شد در مورد مهاجرانی، ولی میتونی یه نقشه، یه توضیح کوچیکی بدی و شاید حتی اینجا راجع به خاتمی هم بشه صحبت کرد، چون همینجوری که میدونی یکی از نکاتی که اخیرا بیرون اومد این بود که در واقع خاتمی به عنوان مشاور به خمینی این رو گفت که فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر بکنه. با توجه به مطالعات تاریخی که داری و شناختی که از این افراد داری، فکر میکنی چقدر این ادعا درست باشه و نظر خودت رو هم در این باره دوست داریم بشنویم؟ ممنون از کامنتت میشه جان، ولی نکته‌ای که حائز اهمیت داره این شخص به نظرم چند نکته است که این رو با دوستان اینجا مرور بکنیم و وقتی دوستان متوجه به اصطلاح کنه مطلب شدن موقع خودشون میتونن قضاوت بکنن. این شخص کسی است که من یک مطلبی در گویا نیوز نوشتم و بهش اشاره کردم، متاسفانه تریبون در تلویزیون های فارسی زبان چون محرومیت فکری وجود داره، چون دارای یه تفکر عقب ماندن و چون در واقع ویروس و عفونت اصلاح طلبی در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور نفوذ داره، در نتیجه متاسفانه این روزنامه کیهان، این صدا و سیمای میدی لیست سانسور دارن. مثلا شما در واقع تصور بفرمایید که معاون سابق مهاجرانی و احمد مسجد جامعی که الان شده سردبیر یا رئیس یک تلویزیونی زبانم لال اپوزیسیون در خارج از کشور در لندن، شما وقت تصور دارید از این تلویزیون مثلا کمک بکنه به رژیم چینج، شما مثلا تصور دارید در این تلویزیون جز چهره های تکراری با افکار بیات شده و مدافع تروریسم اسلامی یا مدافع اصلاح طلبی شما تصور دارید چه افرادی باید بیان؟ یک مش مثلا تجزیه طلب کارهای تخریبی خودشون میان با آب و تاب اسم آزادی خواهی معرفی میکنن. اونجا متاسفانه تریبون در اختیار همون علاقمندان به تروریسم اسلامی هست. مثلا میان راجع به طالقانی صحبت میکنن ولی به نسل جوان نمیگن که طالقانی چه نقش منفی در توسعه تروریسم اسلامی داشته، یا مثلا یک سری افراد
ملی مذهبی، که من نمیفهمم ملی مذهبی یعنی چی واقعا، آدم یا ملی گراست یا مذهبی، دوتاش با هم که نمیشه، و میان و شب و روز تبلیغ میکنن برای کسی مثل مهدی بازرگان که پدر تروریست های مجاهدین خلق بوده، یا مثلا میان اونجا و راجع به خاتمی صحبت میکنن. خاتمی کسی که من ویدیوشو تو همین اینستاگرام خودم گذاشتم که داره از ترور سلمان رشدی دفاع میکنه. پس بنابراین دلخوش نباشیم به اینی که ما رسانه داریم. خیر، رسانه در خارج از کشور نداریم، رسانه در خارج از کشور در اختیار یک باند فاسد هست و این باند فاسد عروسک گردانی میکنن، هر کی دلشون خواست سرود میبرن، هر کی دلشون خواست نمیبرن، هر کی ناراحت هست به خودش مربوطه. بنده چه منو دعوت بکنن چه نکننم، خودت میدونی که من بیشتر در رسانه های عربی و انگلیسی حضور دارم، کاری فارسی ندارم عملا، چون واقعا فضای مسمومش حالمو به هم میزنه. چون نمیشه در اونجا این مطالب رو گفت به خاطر حضور اصلاح طلبان، ولی میشه الان مثلا در این پلتفرم به نسل جوان گفت که کسی مثل مهاجرانی کی هست. کسی مثل مهاجرانی در توسعه سانسور در ایران کار کرده و اگر کسی سانسور چی نباشه در دستگاه خلافت اسلامی ولایت فقیه وزیرک نمیشه. حالا ایشون از این نکته اول که خدمت دوستان عرض بکنم. نکته دوم که خیلی های اهمیت است، شما در نظر بگیرید ایشون حامی تروریستی به اسم قاسم سلیمانی، ایشون دفاع میکنه از کسی مثل انیس نقاش که خواست بختیار رو ترور بکنه، ایشون در واقع حامی حسن نصرالله هست، حزب تروریست حزب الله، ایشون در واقع کسی است که برای قاتلین و نویسنده های ما مثل احمد امیرعلایی، پرویز دوانی، سعدی سیرجانی و غیره یک کلمه صحبت نکرد. این افراد در اکثرشون در دوران کشی شدن که ایشون وزیر بود. یا مثلا در نظر بگیرید برای فعالیت های تروریسم اسلامی واجا، وزارت اطلاعات و یا سپاه، ایشون چه خوشرخصی میکنه در توییت هاش، یا برای فعالیت های تروریستی سپاه قدس ایشون چیکار میکنه. مثلا بی بی سی که شب و روز سانسور کرده، بی بی سی تریبونش در اختیار ایشون هست و من نمیدونم مشعشعات فکری ایشون چی هست برای جامعه ما، مثلا مستمعین ایشون چی یاد میگیرن در منبر ایشون، یا مثلا با بیشرمی از بلوای 57 دفاع میکنه، هیچ، به صورت خیلی تهوع آور از آدم کشی خمینی و خامنه‌ای هم دفاع میکنه. خب این اسمش تروریسم نیست چی هست؟ یا مثلا خیلی نکته بامزه که خود موقعی که قطعه زنجیری شروع شد، خود افراد اصولگرا اومدن رو دادن که در واقع مهاجرانی در ساختمان روزنامه اطلاعات با اون سعید امامی دیدار داشته، چندین دیدار، اینو دیگه من شما نمیگم، خود اصولگراها علیه اصلاح طلبا این مسئله رو لو دادن و هیچ وقت هم تکذیب نکردن. یا مثلا در نظر بگیرید که برای ابراهیم رئیسی، یه شمشیرزن تروریسم اسلامی که قاتل هست عملا، میاد و روز تحلیفش براش کتاب میبره و اون کتاب رو محمود دعایی قبل از مرگش به ابراهیم رئیسی داد و خودش اومد به خبرنگارا گفت این کتاب کتاب عطاالله مهاجرانی. یا تمام نوشته هاشو در نظر بگیریم، میگن عطاالله مهاجرانی نویسنده است. خب مثلا نویسنده است ایشون کیه؟ مثلا ارنست همینگوی که نیست، میلر که نیست، کتاب ایشون تماما راجب شیعه‌گری، خرافات و موهومات و در واقع مثلا دراویش و گنابادی میگه داعش. این سطح شعور و فهم و شخصیت این آدم هست و من نمیفهمم ایشون نماینده خدا هست، ایشون در واقع نسبت چه وکالتی از طرف پروردگار عالم داره و واقعا پروردگار عالم بیکار هست، مثلا دیگه هیچ نماینده نمیتونه داشته باشه و خاتمی و به اصطلاح مهاجرانی باید مدافع این اسلام باشن. این واقعا در 1400 سال تاریخ خودشون دیگه آدم حسابی تر ندارن از این دو اوباش واقعا که بیاد ازشون دفاع بکنه. اینا چیزهای مثلا از تروریست های طالبان ایشون توییت زده بود در همین اوت 2021. بنابراین مجموع این چند تا نکات که من الان خدمت دوستان در اینجا عرض کردم صرفا به این خاطر بود که با عقل نقاد و با اندیشه و فهم بهتر بیان راجع به بازیگران خلافت اسلامی ولایت فقیه صحبت بکنم. مرسی ارفان جان. من خیلی دلم میخواد که بیشتر روی موضوع فوکوس بکنیم، ولی چون 3-4 تا سابجکت انتخاب کردیم که راجع به صحبت کنیم و یه جورایی هم این سابجکت ها به هم نسبتا مربوط هستن، چون در واقع موضوع اصلی جمهوری اسلامی هست و اینها در واقع بازوهاش هستن، حالا چه داخل و چه خارج از کشور، و یه اتفاق خیلی
بدی که واقعا تو این سالها افتاده و خودت هم الان اشاره کردی، مسئله رسانه های فارسی زبانی هست که تماما در اختیار جناح، البته وقتی ما میگیم جناح اصلاح طلب، در واقع اینا واقعا از هم جدا نیستن، یعنی یه جور به نظر من جنگ قدرت داخلیه، ولی در اختیار ایناست. یعنی اخبار شما باز میکنی، اخبار این شبکه های لندنی یا راجب خاتمیه یا راجب رئیسیه یا راجب فائزه رفسنجانیه دیگه، در بهترین حالت که بخوان یه موضوعی رو بهش از داخل بپردازن، و نمیشه روی خیلی مسائلی که مهم هست و در واقع باید موشه کافی باشه فوکوس کرد از طریق اونا. الان موضوعی که خیلی داغه تو رسانه های آمریکایی و رسانه های دست راستی مثل فاکس نیوز، مثل نیوز مکس، مثل حالا یه جاهایی کوچیک‌تر مثل برایت بارت، مسئله سفر رئیسی به نیویورک، مسئله هستش که الان خیلی بهش پرداخته میشه، خیلی راجع بهش صحبت میشه، اینکه چه جوری یک کسی که به نام آیت الله اعدام معروفه، این داره وارد یک کشوری میشه که مثلا ظریف رو به خاطر تحریم ها نمیذاشتن تو همون کشور جابجا بشه، و چرا باید زیر چتر دولت بایدن یه همچین اتفاقی بیفته. به عنوان کسی که هم در این زمینه، یعنی در زمینه تروریسم بین المللی مطالعه کردی و میدونی که ایران ید طولایی در تروریسم بین المللی داشته، از خود فعالای ایرانی خارج از کشور مثل شاپور بختیار، مثل فریدون فرخزاد، مثل قضیه ترور میکونوس بگیرید تا مسئله مرکز یهودیان در آرژانتین آمیا و و و و, و هزار مسئله دیگه. فکر میکنی این داستان ویزا دادن به رئیسی چقدر در چارچوب قوانین بین المللی میگنجه و چقدر دولت بایدن توش دخیل هستش؟ عرض کنم یک چیزی ما اینجا داریم به اسم، خب امریکا شخص نمیچرخونه، سیستم میچرخونه و یک سیستم تصمیم نهایی رو خواهد گرفت، منتها تصمیمهای سیاسی بر عهده دولت هست. این رو دوستان باید متوجه این مسئله باشن. گرچه دموکرات ها موقعی که در قدرت هستند با چپ اسلامی یا همون مارکسیس اسلامی یا اصلاح طلبا زد و بند دارن، این دیگه چیزی که برای همه روشن شده، و این افراد چپ یا چپ اسلامی، مارکسیس اسلامی، هر اسمش میذاریم، اصلاح طلب، اینا با دموکرات ها زد و بند دارن و اونها دوست دارن در حفظ بقای این اختاپوس مذهبی شیعه تلاش بکنن. دیگه شید اثر و بنا شمس هست، نیازی هم بگفتن نده. منتها نهادهای ضد تروریسم، نهادهای امنیتی در امریکا تا حدی میتونن به اصطلاح اظهار وجود بکنن. یک سری لابی هایی هم هست که این لابی ها وابسته به جمهوری اسلامی در داخل خاک امریکا، که اینها فعالن چه در دانشگاه، چه در رسانه و چه در واقع از 57 هایی که طرف پدرش تروریست بوده الان در یک مرکزی فعالیت میکنه، یا دختر لاریجانی یا پسر همین خانمی که رفت سفارت امریکا از دیوار رفت بالا، یا مثلا زن سعید امامی و پسرش و و غیره و زالکین، تصمیم های برخی از نهادهای امریکا است. اما نهادهای حقوق بشری در واقع میتونن بیان برای رسوا کردن این که یک شخص شمشیر به دست چیکار میکنه در داخل به اصطلاح خاک ایالات متحده امریکا. و این مسئله هست که پارسال ایشون نیومد و خب شاید اگر به اصطلاح کسی دیگه در قدرت می بود توسط دادگاه فدرال مثلا حکم دستگیریش صادر میشد. خب بنا به قوانین بین المللی چون ایشون مسئولیت سیاسی داره، شاید مثلا نهایتا بهش میگفتن از هواپیما مثلا اجازه خروج نداره، یا مثلا رئیس جمهور دخالت میکرد میگفتش که وقتی وارد باند میشه مثلا ایشون باید برگرده. این یک رئیس جمهور قدرتمند باید این کار رو انجام میداد، ولی به بنده بعید میدونم که در زمان بایدن همچین چیزی رخ بده. فقط اکت و فیگور و تابلو سیاسی یا حقوق بشریش باقی میمونه که کدوم نهاد فعال برای زمینی درباره رئیسی، و اینکه رئیسی در فهرست تحریم‌های اروپا و امریکا قرار داره. مثلا در آبان 98، یعنی حدود 3 سال پیش، همین وزارت خزانه داری امریکا ایشون رو به اصطلاح منع کرده،
یا مثلا در سال 89 در لیست تحریم‌های اروپا قرار داره و سازمان های حقوق بشری هم الا ماشاءالله راجع به ایشون مطلب دارن و اینا، و هنوز هم کمه راجع به جنایت علیه بشریت، هرچی بیشتر درباره جمهوری اسلامی فعالیت بشه کمه، خاطر اینکه هنوز جامعه به اون صورتی که باید آگاه بشه نشد که ایشون چه نقشی در دادگاه های صحرایی داشته برای توحش در اعدام افراد. و در واقع ایشون نمادی است، پیکره است، تندیسی است، عکسی است از فاسدترین و خونریزترین و منفورترین حکومت الله بر زمین، و این رو باید به اروپا و امریکا شناسانید. ولی آیا با این رسانه‌های مسموم و وابسته فارسی در خارج از کشور امکان پذیر هست؟ خیر. آیا با وجود این چهره‌های تکراری که شب و روز جلوی دوربین بالا پایین می‌کنند، از فروش ویسکی تا تولید قرص ضد بارداری در ایران اظهار نظر می‌کنند، آیا با اینها امکان پذیر هست؟ خیر. و جامعه باید آگاه باشه که بنده فعلا با عرض معذرت بدبینم نسبت به این قضیه، و وقاحت و شارلاتانیسم مکتب شیعه‌گری هم به اونجا رسیده که خمینیسم رو یک لباسی تنش کردن و اسمش میذارن عدل الهی. حالا تا آمریکایی‌ها رو متوجه بکنید خمینیسم چی هست و در واقع چه اتفاقی افتاده، رئیسی اومده و برگشته. و واسه همین بنده فکر می‌کنم در 3 هفته آینده شاید از نظر سیاسی و حقوق بشری بشه کارهایی رو انجام داد، ولی از نظر سیاسی تردید دارم که در واقع خب ایشون انقدر وقیح هست. در مراسم تحلیف خودش گفتش که هیچ کسی مثل ما مدافع حقوق بشر نیست، که من تصور میکنم منظورش تروریسم اسلامی بود، حالا اشتباه هم گفت حقوق بشر. درسته. یه نکته کوچیکی رو من دوست دارم برای کسایی که تو لایوم بگم، شما که حتما میدونی تو دهه 80 بود فکر میکنم، تقریبا قبل از انتخابات سال 88 بود ولی تاریخ دقیقش رو یادم نمیاد، مسعود بهنود در یک یادداشتی یه صحبت خیلی یه چیز خیلی جالبی رو بهش اشاره کرده بود که نوشته بود وارد عصری داریم میشیم که یکی از قوی ترین لابی های یک کشور در غرب داره شکل میگیره، و منظورش لابی اصلاح طلبا بود در غرب. اگه ما بزرگترین در واقع بازوی لابی و بزرگترین لابیگری رو به زودی شاهدش خواهیم بود، و این اتفاق افتاده. همینی که الان شما اشاره کردید که یک شخصی مثل رئیسی میتونه با کمال وقاحت حتی در پشت همین دوربین هایی که 2 روز پیش برگشت گفت، حتما شنیدید که برگشت گفتش که ارتباط و سلام علیک با آمریکا برای ما هیچ وقت هیچ نفعی نداشته، ولی همون آمریکا داره در بروش باز میکنه. البته خب اینا هم مشخصه که برای اینا هم دنبال منافع خودشون هستن، هیچ کس تو این وسط به فکر مردم نیست. و مسئله بعدی هم که خیلی خیلی ناراحت کننده است، من همیشه از این واژه‌ای که بگم مردم مقصرند فاصله میگیرم، ولی یک واقعیتی وجود داره در جامعه ما و اصولا نه فقط در جامعه ایران، این شاید یک بیماری جهانی باشه، این سطحی نگری و این دنبال موج را افتادن. ما میبینیم که یه سری کمپین ها را میفته، حالا من اشارم به خارج از کشور هست، به کمپین های داخلی کاری ندارم، مثلا فلان بازیگر سینما میاد یا مثلا فلان شخص فلان میشه میاد اینجا و یه عده‌ای میرن سر صدا میکنن، نمیدونم داد بیداد میکنن، پلاکارد دستشون میگیرن، و این خیلی بزرگ در یه سطح خیلی بالایی پوشش داده میشه، و حتی مثلا یه سری تهدیدات حقوقی خیلی خندداری میشه راجع به یه سری آدم ها که شما میدونید با توجه به شرایطی که شما اینجا زندگی میکنید، برای اینکه شما فقط یک دیمند لتر بخواید برای یکی بفرستید یا بخواید یه نفر رو سو بکنین، چه مراحل قانونی داره و چقدر هزینه برمی‌داره از نظر وکیل گرفتن و راه‌هاش رو رفتن. یه ادعاهای اینطوری خیلی سطحی میشه و متاسفانه این همین رسانه‌هایی که واقعا بازوی شر هستن در یه سطح خیلی گسترده اینا رو پوشش میدن، اما از اقداماتی که برخی گروه‌ها یا برخی افراد حتی به صورت شخصی میکنن برای اینکه مقابل اینا بایستن هیچ صحبتی نمیشه، و متاسفانه پلتفرمی هم وجود نداره که غیر از همین تلویزیون ها که
دنبال کننده های میلیونی دارن، بشه اینها رو بازتاب داد، بشه راجع به اینا صحبت کرد. در بهترین حالت شاید مثلا 15,000 نفر، 20,000 نفر، یا نه خیلی 30,000 نفر یک لایو رو یا یک گفتگو رو حالا با پخش کردن این برون بر ببینن. ولی در واقع این برمیگرده به همون جامعه ایران که هیچ کس به فکر ما نیست. و باور کنیم، باور کنیم، نمیخوام بگم همه، ولی بخش اعظمی از کسانی که این ور دارن فعالیت میکنن در واقع بیزینس هست و فعالیت نیست. و صدای کسایی که دارن تلاش میکنن بگم بابا اصل داستان چیه به جایی نمیرسه. برای همین من امیدوارم که خود مردم، یعنی همیشه امیدم به این هستش که یک موجی از آگاهی اتفاق بیفته و این مردم رو در بر بگیره. و البته یه جایی هم خب خیلی خوشحالم که الان میرسیم به اون نمونهی که میخوام بگم که راجع بهش هم امشب صحبت کنیم، اینی که با تمام این فتنه ها یا به قول شما همون سیاهی زمستونی که از سال 57 شروع شده، هنوز مردم عاشقانه خدمتگزارانشون رو و کسانی که کشورشون رو ساختن دنبال میکنن و حمایت میکنن. و نمونهش همین صحبت‌های اخیر شهبانو فرح پهلوی بود، اولیا حضرت شهبانو، که دیدید چه موجی داخل ایران رو انداخت و این موج انقدر قوی بود که حتی یک سری سازمان‌هایی که اینا مستقیم لابی بخش اصلاح طلب هستن مثل ASL19 که اینا پروژه هایی که انجام میدن با پول دولت آمریکا، مثل همین فکت‌نامه یا دیدبان مجلس یا نمیدونم این رصد کردن روحانی، تماما در خدمت جمهوری اسلامیه. حتی اینها مجبور شدن این بازوهای این ورشون رو فعال بکنن، همگام با نمیدونم روزنامه های داخلی و رسانه های وابسته به خود جمهوری اسلامی و جناح‌های مختلفش، که علیه این مصاحبه و علیه موجی که در حمایت از این مصاحبه برخاست اینا صحبت بکنن، اقدام کنن و کمپین کنن. من دیدم که شما یکی دو جا هم مصاحبه کرده بودی عرفان جان راجع به این قضیه. دوست دارم که اینجا نظرت رو خیلی بازتر و راحتتر بگی، چون به هر حال این پلتفرم شخصی من و شماست و میتونیم به راحتی اینجا صحبت بکنیم. دوست دارم که بشنوم. باشه، چشم. حالا در این 3-4 دقیقه باقی مونده حتما خدمتتون عرض میکنم، چون من باید برم، ببخشید. ولی خدمت دوستانی که در اینجا هستن عرض بکنم که شهبانو فرح پهلوی خدمتی که به فرهنگ و ادب و هنر ایران کرده، هر کسی، اونایی که منتقدن فحاشن بیشتر یا مأمورند برای لجن پرانی، لطف فرموده یکی از این خدمت هایی که ایشون کرده رو اونا انجام بدن اول، بعد بیان صحبت بکنن. یا مثلا یک شخصی نویسنده است، مقاله داره، کتاب داره، سخنرانی داره، بعد یکی دیگه میاد همینجوری ساده ساده یه گرزی دستش میگیره و شروع میکنه به جان این افتادن. با اول لطف کنه خودش بره یه چیزی بنویسه، یه چیزی خلق بکنه، زبان دیگه یاد بگیره، بعد صلاحیت و مشروعیت قضاوت داشته باشه راجع به شخص دیگه. این خیلی در جامعه عقب مانده و جهان سومی سخت هست فهماندن این نکته به کسی. شهبانو فرح پهلوی، من کاری به اینی که به کانون پرورش فکری کودکان رو آورد در ایران، موزه هنرهای معاصر رو در ایران آورد، تئاتر شهر رو در ایران آورد، چه خدماتی به هنر نمایشی، هنر موسیقی و در واقع هنر داستانی در کشور کرد، من کاری ندارم. به چه افرادی پول داد، در واقع بورس کرد، کمک هزینه تحصیلی داد، کمک هزینه درمانی داد، به اونم من کاری ندارم. حتی افرادی که چپ بودن، توده‌ای بودن، شبا خواب استالین رو می‌دیدن، در واقع با پول شهبانو فرح پهلوی به بیمارستان در آلمان رفتن که الان به خاطر مسائل حقوقی اینجا هستشون می‌دارن و بعد برگشتن. یا هنرمند مجسمه ساز، هنرمند فیلم بردار، هنرمند نقاش، هنرمندی که امروزه با احمدی نژاد بلند میشه در چین و ژاپن تار میزنه، در واقع یادش رفته که در واقع ایشون بورس شهبانو فرح پهلوی بود. اینجا اسم نمیارم بخاطر مسائل حقوقی، دیالا دوستان متوجه شدن منظورم کی هست و چه. اینها ناجوان مردی است برای کسی که حق مادری داره نسبت به فرهنگ و هنر معاصر ایران، چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد. و اگه حوزه های جاهلیه قم و مشهد خیلی علاقمند هستن به ترویج کتاب های خرافات و موهومات راجع به امام زمان جعلی
و خیالی که وجود خارجی نداره، در واقع بیاییم دقت بکنیم که در کتابخانه پهلوی چه کتابهای درباره تاریخ و تمدن ایران به زبانهای مختلف نشر پیدا کرد. یکی از اون افراد شجاع‌الدین شفا بود که کمک کرد، بقیه رو شماها نمی‌شناسید، و چه کمکی ایجاد شد برای توسعه صنعت نمایش و رقص در ایران که این صنعت نمایش و رقص در ایران رو در واقع مدیون شفا نیست. نکته دیگه در تالار و رودکی که امروز اسمش تالار و رودکی هست، هم تالار و وحدت یا هرچی، در واقع کنسرواتورهای مهم جهان در اونجا کنسرت اجرا کردن، یا مثلا شبهای شیراز، یعنی شبهای توس، برنامه هایی که راجع به رقص باله در ایران اجرا شد، اینا حاصل تمدن بشری بود که توسط شبانو به ایران وارد شد، وگرنه زن ایرانی چه میدانست رقص زالسکی چی هست؟ یعنی اینا مثلا رقص فولکلور مجارستان رو در عمرش در کتابا هم ندیده بود، ولی به طور زنده در یک فستیوال در تهران دید. اینا نمک نشناسی است و برخی انسان هایی که آگاه نیستن، تاریخ بلد نیستن، ولی میان جلوی دوربین، در همین رسانه های اصلاح طلبی لندنی جلوی دوربین بالا و پایین کنند شب و روز، تمام مغز، مشخصات مغزش چهار جهت بیشتر نیست، شریعتی، طالقانی، خاتمی، منتظری، هر چهارتا جانی، ولی در واقع هیچ حاضر نیست صحبت بکنه راجع به دستاورد اندیشه و معرفت شناختی که در واقع یک زن تونست اون رو وارد ایران بکنه. زور داره. چرا؟ چون ایشون در تربیت شده تروریسم اسلامی نیست، ایشون تربیت شده فرهنگ دینی منحط و عقب مانده نیست، در فرانسه درس خونده. خب این زور داره و چون جامعه مرد سالار و سنتی هست و عقب مانده، در نتیجه میان اینجوری برخورد میکنه. یک کسی که شخصیت مادری داره راجع به مملکت ایران حرف زده، حالا امیدوارم سنش 100 سال باشه، ولی آیا یک خانمی در اون سن و سال حق نداره راجع به کشورش اظهار مادری بکنه؟ خانمی با این چیزی دیکتاتوری و استبداد دینی هست که یک زنی با سابقه درخشان فرهنگی هنری هم نداشته باشه راجع به کشورش حرف بزنه؟ خانمی فهمید چه گفته؟ ملت ایران دوست دارن من علاقه مندم برگرد. خب مثلا شاید مادر بزرگ بنده هم مثلا یه جایی رفته باشه، دوست علاقه منده برای نواهاش اظهاری بکنه. نمیفهم کجاش جرمی، کجاش خلافه. یارو طنز پرداز اومده به ایشون پرداخته، یکی نویسنده دیگه هست به ایشون پرداخته، یا یکی کسی خبرنگار هست که هیچ صلاحیت و مشروعیتی نداره، اصلا در عمرش نمیدونه کتابخانه پهلوی چند کتاب داره، اصلا نمیدونه چه مجسمه هایی در ایران هست، اصلا نمیدونه تابلوی چه نقاشانی در موزه هنرهای معاصر ایران توسط شبانو فرای پهلوی خریداری شدن، اصلا نمیدونه چه کارگردانای فیلم جهان با شبانو صحبت کردن، هیچ اطلاع و آگاهی نداره. تنها چیزی که در عمرش دیده آهنگران بوده، یا مثلا تتلو، یا فوق و فوقش دیگه خیلی پیشرفت کرده باشه مثلا مرتضی آیینی رو دیده. و همچین شخصی با همچین مختصات عقلی چه صلاحیت و مشروعیتی داره که بیاد راجع به کسی صحبت بکنه که اون شخص در واقع آگاه به تاریخ و فرهنگ ایران است؟ اینا نشان عقب ماندگی است و نشان عدم صلاحیت، یا به عبارتی نشان سفاهت و بلاحت عقلی است. من خدمت شبانم عرض کردم به صورت حضوری که اونقدر چهرهشون، نقش نامشون بر تاریخ ادب و فرهنگ ایران باقی خواهد ماند که با این نوع لجن پراکنی ها هم اتفاق خاصی نمی افته. حالا می دارم شاهزاده در یه فرصتی اشاره به این مسئله داشته باشه که ایشون نقش مادری داره و در نقش مادریش یه آرزویی کرده و متاسفانه در استبداد دینی آرزوی یک مادر بزرگ هم جرمه و من از اون دید نگاش میکنم و مایه تأسف هست واقعا که یک ملت نمک نشناس در واقع اون حال و روز رو به خودش انداخت، الان هم ولکن نیست، یعنی هویت برخی افراد در صحنه سیاسی ایران سه گروه هن: باورمند به تروریسم اسلامی، باورمند به بلوای 57، و باورمند به اختاپوس مذهبی شیعه. اگه ما این ستا رو ازش بگیریم شخصیتش میریزه پایین، چون هویتی نداره. مثلا طرف تروریست مجاهدین خلق بوده، هنوز به اسم مریم و مسعود قسم میخوره، خب اگه ما اینو ازش بگیریم هویتی نداره. یا مثلا طرف فکر میکنه عملیات تروریستی سیاه کل قهرمانی است، خب اگه بنده اینو ازش بگیرم چه هویتی داره؟ هیچی. مثلا این آقای طلبکار در واقع چه چیزی، مردم ایران چرا باید حمایت بکنن از یک کسی که
به اصطلاح ملی مذهبی هست، طرفدار و مصدق و شریعتی و بازرگان هست، حالا 2 سالم رفته زندان جمهوری اسلامی. خب به ما چه مربوط؟ مردم باید بدهکار باشن، مردم باید تعظیم بکنن، ایشون چه صلاحیتی داره بیاد راجع به این پهلوی ستیزی و پهلوی حراسی؟ چه بیماری فکری هست که در اندیشه این افراد هست؟ بنده والا روانشناسی نخوندم، من امیدوارم دوستانی که روانشناسی بلدن بیان صحبت بکنن واقعا چه نوع بیماری است که طرف تنها کاری که میخواد شروع بکنه پهلوی ستیزی و پهلوی حراسیه. خب خدماتی که اونها به تاریخ این مملکت کردن شما چیکار کردی برای مملکت؟ هیچ. و این به نظرم نشان محرومیت دکتر. خیلی ممنون عرفان گرامی، خیلی دلم میخواست که بیشتر صحبت کنی، ولی خب میدونم که شما هم کار داری و من سعی میکنم که این لایو رو سیو بکنم. امیدوارم که، چون ندیدم کسی بگه صدای لایو بده، من معمولا لایو رو سیو میکنم اگه اینکه کیفیت نداشته باشه، و حتما در اولین فرصت باز با هم دیگه صحبت میکنیم. خیلی متشکر، سپاسگزار از احترام. خوب و خوش باشین و دیگه ببخشید منم بیشتر از این در خدمتتون نبودم، جسارتی نداشت. از مرسی، خدا نگهدار. بله دوستان.